دوستان عزیز، خیلی خوش آمدیم به امید شفای کامل همه مجروحین و زخمی هایی که در شفاخانه ها به سر میبرن برنامه امروزی را آغاز میکنیم. دوستان عزیز، در پیوند به مباحثی که در رابطه با اقتصاد خانواده داشتیم، امروز در رابطه با زکات فطریه برای شما عزیزان صحبت میکنیم. ماه مبارک رمضان، ماه خیر، رحمت الهی داره کم کم به پایان میرسه و چه خوب است که در رابطه با زکات فطریه امروز هم صحبت هایی برای شما عزیزان داشته باشیم. قبولی عبادات، قبولی طاعات همه ما مشروط به این است که فطریه این ماه بپردازیم و چقدر خوب است که با پرداخت فطریه در واقع گامی برداریم برای کمک به نیازمندان و واژه زیبای انفاق که در این ماه به صورت بسیار گسترده بین مؤمنین عزیز رعایت میشد. مهمان گرانقدر ما آقای مظفر هستند و در خصوص این موضوع مهم برای شما عزیزان صحبت هایی را ارائه میکنیم. آقا سلام و عرض ادب خدمت شما، طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق باشه ان شاء الله. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم به حضرت مبارک و نورانی شما، بیننده های خوب و شنونده های عزیز، و همین رقم عرض تسلیت میکنم به مناسبت حادثه غم انگیز مکتب سید الشهدا در 40 دختران غرب کابل. برای شهیدان علو درجات و برای بازماندگانشان اجر و پاداش مضاعف تمنا دارم. در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم که آقا خیلی خوش آمدین. در ماه مبارک رمضان، از آن جایی که ماه رحمت و ماه ضیافت الهی است، در واقع تغییرات شگرفی در زندگی ما، در نحوه زندگی کردن ما هم به وجود میاد. خیلی بیشتر در این ماه انفاق و کمک به نیازمندان که در واقع یکی از دستورات اکید دین مبین اسلام است یاد میگیریم. آقا چون بحث زکات فطریه هم یکی از موضوعاتی هست که در واقع جای میگیره در بحث انفاق و کمک، اگر موافق باشین که مقداری صحبت داشته باشیم در خصوص اهمیت انفاق به ویژه در ماه مبارک رمضان، بفرمایید. سپاسگزاری میکنم از عنایت شما و سایر همکارانتون به این بحث مهم، و عرض میکنم محضر مبارک شما که وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یک خطبه ای داره به نام خطبه شعبانیه که طبق نقلها در جمعه اخیر ماه شعبانی راد شده، و این خطبه فقط خطبه شعبانیه نیست، بلکه فرمول استفاده از ماه مبارک رمضان هم هست. وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در این خطبه بیشتر به وظایف روزداران میپردازد، بله، و از طرفی هم میخواهد به نحوی ما را متوجه عظمت و قدر این ماه متبرک رمضان بکنه، که خیلی جالب است بینندای عزیز ما انشاءالله تلاش کنن به این خطبه یک درنگی داشته باشن. در قسمت وظایف ما در ماه مبارک رمضان، یکی از وظایف ما را در این ماه عزیز پیامبر اکرم میفرماید که و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق و نسمه و مغفرة لما مضی. ببینید سید بزرگوار، در اینجا تقریبا به سه بخش از انفاق ما سر میخوریم، یعنی سه لایه از اجتماع را ما با این انفاقات خود باید تحت پوشش قرار بدیم یا حد اقل به اونها مهر بورزیم. بحث اولی که اینجا ما مطرح میکنیم عبارت است از اطعام و افطاری دادن به هر کسی یا به هر روزداری. فرق نمیکنه که مسافر است یا کسی که در حضر است، فقیر است یا غنی است، در محل ماست یا نه اصلا در محل ما نیست، در فی سبیل الله باید باشه.
ما به هر روزداری که میتونیم اطعام کنیم، بله. افطاری بتیم و در میزان افطاری هم کدام معیار مشخصی ما نداریم، به نصف خرما میشه شما این لطفتان را نسبت به طرف اظهار بکنید، به یک شرب از آب یا نصف گلاس آب هم میشه همی کار بکنین، یا میشه یک دسترخوان بسیار خوب رنگین انواع و اقسام غذا برای مهمانانتان که مهمانان خداست در واقع داشته باشین، و این لایه میشه گفت یک لایه نسبتاً کلانتر است که نسبت به همه ما میتونیم این کار انجام بدیم، بله. و هیچ معنی هم وجود نداره. بعد در این قسمت میفرماید تلاش کنید این بحث را فروگذار نکنید، به خاطر از اینکه محبت زیاد میکنه، صمیمیت زیاد میکنه، مخصوصاً بین خیشاوندا باید این قضیه باشه. حالا چند شب دیگه هم که باقی مانده انشاءالله بیننده های باید درک بکنن، و بین همسایه ها باشه چه فرهنگ زیباست، بله. که امشب خانه فلانی افطاریست، فردا شب خانه فلانی افطاریست، فرق نمیکنه. گاهی ما به غذای ساده دعوت میکنیم، گاهی هم توان داریم به غذای مفصل تری جور میکنیم، هیچ اشکال نداره. هم فقرا رو دعوت میکنیم، هم اغنیا رو دعوت میکنیم، هم سر یک سفره میشینیم، بسیار به زیبایی قضیه افطار را انجام میدیم. بله. یک بحثی است که ما در ماه مبارک رمضان باید انجام بدیم و اطعام داشته باشیم، نظر داشته باشیم. یک بحث صدقه دادن است. شما دقت میکنید که این بحثی که ما مطرح میکنیم این مخصوص فقرا است. یعنی یک وقت است ما یک جلسه مهمانی افطاری چیزی برگزار میکنیم، در او کل اگر خبر میکنیم، بله. یک وقت است باید یک لایه مشخص از اجتماع را که ما بهش میگیم فقیر، یا بهش میگیم مسکین، یا بهش میگیم قشر آسیب پذیر جامعه، اینا رو بیشتر در نظر بگیریم. در قسمت اینها هم طبق آیات متبرکات قرآن اینا دو طبقه هستن، وللاموال وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینجا شما دقت میکنین که دو چیز را مورد به اصطلاح تذکار قرار میدن، یکی کسانی که سوال میکنن، یکی کسانی که محروم هست. سوال میکنن یکی کسایی که درخواست میکنن، نامه میدن، زنگ میزنن، مراجعه میکنن، مسجد میاین، دفتر میاین، اینا رو تلاش کنید داشته باشید. در واقع نیازمندایی که نیازمندایی که بله. کتبی و یا مثلا شفایی میکنن. مثلا بیان میکنن، ولی بیشتر میفرماین کسانی را در نظر داشته باشین که ابراز نمیکنن، یعنی فقرا محروم، فقیرن محروم، ولی محرومن از کمک ها، یا به عبارت دیگر عفیفن، به زبان نمیارن. اگرم فقر دارن به خاطر از این که آبرویشان محفوظ بمانه کسی چیزی نگه، چون دیدید بعضی ها حرف مفت زیاد میزنه، خب ما چه حق داریم به مردم حرف مفت بزنیم؟ اگر کسی رو کمک کردیم چه بهتر، نکردیم حق حرف زدن نداریم، حق توهین نداریم، حق تحقیر نداریم، حق حرف اضافه نداریم. لذا بیشتر فرمودن به این طبقه توجه کنین که ممکنه اینا افراد خاص آبرومندی باشن که نتوانن فقر خود را ابراز بکنن. شما در سیره نبی مکرم اسلام، در سیره حضرت علی، در سیره امام حسن، امام حسین و امام سجاد و سایر امامان ما و بزرگان دین شاید این نکته را به وضوح پیدا کنین که بیشتر به این فقش توجه میشه. مثلا غذا رو میگرفتن به پشتشان، پشت خانه ها میبردن، خانه های کسانی که بیرون نمیبرامدن به خاطر این مسائل، دست دراز نمیکردن و این فقرا رو بیشتر مورد توجه قرار میدادن. شناسایی چنین قشری هم خیلی ساده است. بله، خب میشه آدم مثلا از هر منطقه بپرسه کی کارش چه رقمی است، مخصوصا در این شرایط فعلی که بیکاری غوغا میکنه. یک تعداد مامورین دولت متاسفانه به هر دلایلی نمیفهمم از کارشون برکنار کردن دیگه. بلر سر از این وضعیت کرونایی، خب در این چند مدتی که انجام کارها به صورت بسیار بطی پیش می رفت، تعداد بیکارها زیاد شده. خب ما باید بیشتر اینها رو در نظر داشته باشیم. نکته ای که می خواستم عرض بکنم ایست که در سیره علما همین قضیه بسیار به زیبایی دیدن میشه. مثلا در سیره حضرت آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه داریم که شب هنگام علمایی که اهل کار فعالیت ولی فقیر بودن یک مقدار سهمیه ها پشت خانه‌شان می رساندن.
الان ما چقدر عالم داریم که هم خوبن عالمن ولی فقیرن، اینا رو بیشتر در نظر بگیریم اگر در توان ما میکشه. پس یک لایه دیگه ای که ما باید در نظر داشته باشیم بعد از اون لایه عمومی، لایه خاص است که واسه فقرا باشه، مساکین باشه، توهی دستان جامعه باشه، که اینا رو در کل ماه مبارک رمضان انشاءالله از صدقات ما، خیرات ما، برکات زندگی ما بهره‌مند بسازیم. بله تشکر، سپاسگزارم که آقا زنده و سلامت باشن و با عرض پوزش که صحبت شما قطع شد، اجازه میخوایم که میام برنامه ای را به اتفاق شما و دوستان ببینیم و بعد از اون انشاءالله بحث ما در خدمت هست. دوستان عزیز همراه ما باشید، میام برنامه ای را اکنون میبینیم و بعد از اون برمیگردیم به ادامه ی صحبت ها در بخش دوم. دوستان عزیز مجدداً خوش آمدین با برنامه روی خط زندگی و با بحث زکات فطریه در خدمت شما عزیزان هستیم و این بحث به اتفاق آقای مظفر و پیش میاد. آقا در جامعه ما ایتام بیشماری هم متاسفانه در شرایط ناگوار اقتصادی و مالی زندگی میکنن، چه بسا که خیلی ها در این ماه حتی چیزی برای خوردن ندارن و خوب است که به عنوان یک مسلمان ما گاهی اوقات فکری هم بکنیم و گامی برداریم برای که مقداری از مشکلات یزدان هم مرفوع کنیم. در قسمت ایتام اتفاقا نگاه اسلام نگاه بسیار گسترده است. بله. یعنی توجه اسلام در قسمت ایتام است که فقط به نیازهای مالی ایتام توجه نکنی. ممکن است ایتامی داشته باشیم که نیاز مالی داشته باشن و ممکن است ایتامی داشته باشیم که نیاز مالی ندارن. ولی نیاز عاطفی چرا؟ نیاز روحی چرا؟ نیاز اجتماعی چرا؟ که تلاش بشود به همه نیازهای ایتام همه جامعه توجه کنند. یعنی در یک جامعه خانمها و آقایان طوری به ایتام توجه کنند که احساس بیپدری و بیمادری نکنند. بله. خب بعد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینجا یک بشارت دیگه هم میده، میگه اگر شما به ایتام جامعه توجه کردین و رفت از قضا شما زود فوت شدین و بچه هایتان یتیم شد، به بچه های شما توجه میشه. یعنی هر عملی عکس العمل خود داره. پس دومین کاری که میکنیم ایست که تلاش کنیم زیر چتر انفاق و کمک رسانی به دیگران و دیگرگرایی ایتام را هم در نظر داشته باشیم. ولی در میان این بحث یک بحثی که میشه گفت برای این زمان مناسب است، عبارت است از بحث زکات فطره. فطره بله. که در فقه ما به زیبایی مطرح شده، در برخی از روایات ما هم آثار و برکات ذکر شده. مثلا بفرماید که زکات فطره را پرداخت کردن سبب تکمیل روزه هایتان میشه. بله. یعنی ممکنه روزه اگه اشکالاتی چیزی داشته باشه، همون رقمی که نوافل نماز واجب را تکمیل میکنه، زکات فطره هم ثواب روزه های شما را تکمیل بکنه. پس تلاش کنین زکات فطره را بپردازین. ای که زکات فطره را کی بپردازه یا مهم است. زکات فطره را کسی بپردازد که توانایی مالی و پرداخت را داره. یعنی به فقرای جامعه به توهی دستان لازم نیست، واجب نیست که زکات فطره بپردازه. به زبان ساده تر اگه بیان بفرمایید آقا جواب دقیقاً منظور شما چی هست؟ چه قشری از جامعه ما مثلا کسانی که توان پرداخت ندارن، درآمد ندارن یا کارگر ندارن، مثلا پیرمرد پیرزن است درآمدشون بسیار محدود. بله. یا مثلا فرض بفرمایید که خانم است با چند تا یتیمش کارگر نداره، یا فرض بفرمایید کسی کارگر هم هست عیالش زیاده کفایت نمیکنه، کار میکنه ولی کارش کفایتش نمیکنه، پس او چیزی که میاره از مصرفشون کمتر هم هست، خب اینا میشه مثلا پرداخت نکنن یا حداقل اگر پرداخت میکنن یک نفرشان، دو نفرشان، چند نفرشان پرداخت کنه، به تعبیر فقها دستگردان کنه و بعد از خانه خارج کنه. مثلا طرف حالا میزان زکات فطره را اون رقمی که ما تحقیق کردیم برای هر نفر 100 افغانی است. بله. مثال میزنم، مثلا طرف 200 افغانی توان داره، 300 افغانی توان داره، یا اصلا 100 افغانی توان داره،
بیشتر از این توان نداره. تعداد عائله‌ام هستن 7 نفر یا 5 نفر یا 100 افغانی توان داره. 100 افغانی رو بزرگ خانواده بده به دیگری، دومی بده به سومی، سومی بده به چهارمی، چهارمی بده به پنجمی، پنجمی خارج کنه از خانه خارج کنه و بده به یک فقیر دیگه اگر توانایی ندارن. اگر توانایی دارن پرداخت بکنه. این 100 افغانی رو ما برای کسانی معین میکنیم که قوت غالبشون آرد گندم بوده. بله. مثلا بیشترین مصرفشان از لحاظ رژیم غذایی آرد گندم بوده و کسانی که مثلا مصرفشان بیشتر برنج بوده، حالا برنج درجه اول، درجه دو، درجه چند، اونا باید 1 سا برنج را در نظر بگیرن. بله. که 1 ساش میشه 3 کیلو. مثلا کسی که بیشتر برنج مصرف کرده در طول ماه مبارک رمضان، او ببینه که برنج کیلوی چنده، بعد قیمت 3 کیلو برنج را باید به فقرا پس به میزان غلجاتی که در طول سال بیشتر استفاده شده. بیشتر ماه مبارک رمضان را در نظر میگیریم، یعنی چی چیز را در ماه مبارک رمضان بیشتر مصرف کرده. مثلا این خوشهای گندم در تصویر که بینندگان ما میبینن خب قشنگ است. اگر کسی قوت غالبشان آرد گندم باشه خب باید 100 افغانی بپردازن. اگر کسی قوت غالبشان بیشتر برنج مثلا آرد گندم کمتر مصرف کرده، اونا باید 3 کیلو گندم مصرف چی آرد برنج را به اصطلاح قیمتش پرداخت بکنه. پس ما زکات فطره را به عنوان یک از واجبات از صدقات مطرح میکنیم. بله. و کسانی این واجب را باید ادا بکنند که توان مالی دارند، یعنی دقیقا این واجب به کسی تعلق میگیره که توانایی پرداختش را داره. یا مزیبا و ای که چه وقت پرداخت بکنیم. ببینید پرداخت ازی میشه آدم مثلا پیش از ماه مبارک رمضان یک چیزی را پرداخت کنه، در ماه مبارک رمضان پرداخت کنه، منتها به نیت زکات فطره نه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که زکات فطره در شب عید فطر بر ما واجب میشه. یعنی مکه میگم الان به نیت زکات فطره نباید زکات فطره را داد، به خاطر از اینکه هنوز به تعبیر ما طلبه ها وجوب تعلق نگرفته. لذا اگرم پرداخت میکنیم به عنوان قرض پرداخت کنیم. مثلا یک فقیری مراجعه میکنه، نیاز داره، میگه که من دستم تنگ است، خرچ خوراک خدا ندارم، یک مقدار پول به من بده. شما 10 نفرین، مثلا باید 2000 افغانی 1000 افغانی بی آقا پرداخت بکنیم. فعلا به عنوان قرض به ای پرداخت میکنین، شب عید فطر نیت میکنین که همون 2000 افغانی را که به فلانی آقا یا خانم داده بودم همون رو به عوض زکات فطره مجرا و دیگه مبلغی یا خب اگر میسنجیم، اگر کم و زیاد بود، اگر زیاد پیش فقیر بود خاص فقیر نباید بگیریم، حالا کم به نفع فقرام صحبت کنیم، اگر کم بود یک چیز دیگه هم پرداخت کنیم که تکمیل شوه و نیازم به تذکر نیست. یعنی نمی لازم هم نیست که شما زنگ بزنی شب عید فطر بگو یا آقای فلانی هم مبلغ نه لازم نیست، خود نیت کردی کفایت میکنه به خاطر از اینکه ممکنه او فقیر یک چیزی حس کنه و اینا امثال از اینا. لذا حرمت و عظمت و شخصیت یک آدم خیلی برای ما محترمه. پس اصل وجوب شب عید فطره، غروب شب عید فطره و زمانش هم خب از همین شب عید فطر شروع تا زمانی که شما میری سمت نماز عید فطر، فضیلتش همین دوران است. ببینین خیلی جالبه، چرا شب عید فطر؟ چرا قبل از نماز عید فطر؟ به خاطر از اینکه اسلام میگه که تلاش بکنین با زکات فطر پرداخت کردن برای فقرا هم یک عیدی را شما هدیه بدین. مثلا خب اولادی که مثلا پدر نداره، مادر نداره، فقیره به نحوی، خب اینا دوست دارن لباس نو داشته باشن، دوست دارن مثلا غذاهای متنوع داشته باشن، دوست دارن یک مقدار کلچه و شیرینی داشته باشن. با پرداخت زکات فطره تلاش کنین به اینا کمک کنین که اینا هم عید خود خوب برگزار بکنه و تلاش بکنین که در خوشی های از اینا سهیم بشوین. اصلی ترین فلسفه زکات فطره است که ما فقرا را در خوشی های خود، در عید خود، در شادمانی های خود، در تنوع زندگی خود شریک بسازیم. و به چه بسیار زیبایی هم فرهنگ بزرگ کمک به نیازمندان داره در جامعه جای میگیره. الحمدلله. شما بیان فرمودید. بسیار جای شکر الحمدلله که مردم ما در این قسمت توجه ویژه دارن. بله. نکته ای را که میخوایم عرض بکنم ایست که
خب ما در بحث زکات فطره این مسائل رو لحاظ میکنیم و تلاش میکنیم که زکات فطره رو به همین سیستم پرداخت کنیم. اگر هم فقیر گیر ما نیامد اینا، خب حداقل جدا بکنیم، بله، عین پول رو او طرف بانیم، بعد هر ساعتی که فقیر در دسترس ما قرار گرفت یا به همون فقیر منظور خود تلاش کنیم اونا رو برسانیم. در قسمت ای که کدام فقراره در نظر بگیریم، اولویت هم اولویت رو باید در نظر بگیریم. ببینید زکات فطره کابل تلاش شده در کابل مصرف شده، هراتیا در هرات بپردازن، بامیانیا در بامیان، مزاریا در مزار، پکتیاوالا در پکتیا، بدخشیا در بدخشان. به خاطر چی؟ به خاطر از این که ما اسلام ما این نظرش ایست که تلاش کنین امو زکات فطره امو شهر در همو شهر به مصرف برسانین، ولی در میان فقرای شهر کابل تلاش کنین. میفرماید اگر از خیشاوندانتان فقیر، نزدیکانتان فقیر وجود داره به اینا اولویت بدین. مثلا خدای نکرده آدم یک دختر عمه آدم فقیره، دختر خاله آدم فقیره. خب خدا ببخشید صحبت شما رو قطع کنم، اگه پرسش رو مشخص‌تر بیان کنیم که برای بینندگان عزیزم روشن شود. فرض بر این بگیریم که اقوام و خویشاوندان، حالا خود ما در کابل زندگی میکنیم و اقوام ما مثلا در شهر بامیان هستن و باور هم داریم و یقین هم داریم که محروم هستن و نیاز هم دارن، پس ما میتونیم که آیا این زکات فطره اونا بپردازیم چنانچه در یک شهر دیگر سکون یا خیر؟ از باب از این که گفتن خیشاوندان را مقدم بکنین، بله، بله، میتونیم. ولی در کنار از این باز یک اهم و مهم هم باید بکنیم. مثلا من دو تا فقیر از خیشاوندان خود دارم، دو تا فقیرم از همسایه های خود دارم، بله، اینا رو چه کار بکنم؟ اگر میزان زکات فطره در حدی است که یک مقدارش به دو تا همسایه فقیر پرداخت کنم و یک مقدارش روان کنم بر از او آقایی که در بامیان هست، خب همین کارو بکنم. اگر دیدم نه، وضع مالی او خویشاوند ما در بامیان بدتره، ولی این همسایه خب دیگه همسایه ها پرداخت میکنن و وضع مالیشون هم خیلی خیلی بد نیست، فقیر هستن ولی خیلی بد نیست، خب مسلما که باید او رو مقدم بکنم. در میان فقرا خیشاوندان و همسایگان را بیشتر گفتن مقدم بکنید. و نکته دیگر که من میخوام عرض بکنم که بعض اوقات مؤمنین به ما مراجعه میکنن، درخواست میدن که شما بنویسید اجازه بدید که زکات فطره فلان منطقه در کلینیک مصرف شود، در پل و پلچک مصرف شود. همین مکتب سید و شهدا را که زدن به ما مراجعه کردن که چی کار بکنیم، یک مقدار زکات فطره اجازه بدین. ببینید مردم ما چه حس خوبی دارن، مکتب چوکی نداره، بچه‌ها میخوان چوکی بخرن، کتاب کم بود داریم میخوایم کتاب بخریم. ما هر شاگرد اجازه دادیم که زکات فطره خود مصرف کنه. در هم کلیپایی که پخش میشه شما دقت کنین، برخی از مادرها گریه میکنن، میگن آمد گفت 100 افغانی بده که من ببرم برای مکتب. این زکات فطره خود این مردم برای مکتب خودم مصرف میکنن. ولی خیلی نامردی است که این حس زیبا رو به رگبار گلوله میبره، متاسفانه خیلی نامردی است که این حس زیبا رو با بم و با انفجار و با کشتار جواب میدن. لذا تلاش بشود در دیگه جاها زکات فطره مصرف نشه، به فقرا مصرف شوه. دیگه جاها رو مردم از تبرعاتشان، از نذورات مطلقهشان، با اجازه مراجع تقلیدشان از سهم مبارک امامشان مصرف بکنن. ولی درخواست میست، تقاضای میست که فطره را بگذارن برای فقرا. بسیار خوب، بله، تشکر از صحبت های شما جواب. و دوستان عزیز اگر در پیوند با این موضوع زکات فطره اگر پرسشی دارین میتونین با شماره تماس 020-25-11-560 با تماس شما میام برنامه رو میبینیم و برمیگردیم به ادامه یه برنامه. دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه صحبت ها. آقا در خدمت شما پرسشی مطرح کنیم. آقا عزیزانی که مقیم خارج هستن و در کشورهای خارجی زندگی میکنن، حالا منظور ما از خارج هر جایی و جز افغانستان هست و در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن و بعد از او قرار است که زکات فطریه را بپردازن، اما چگونه؟ آقا ببینید قاعده در پرداخت میزان زکات فطره است که هر کسی مطابق قوت غالب خود
و مطابق شهر خود باید تصمیم بگیره. بله. اینکه چی بیشتر در ماه مبارک رمضان از لحاظ غذایی مصرف کرده و در کدام شهر زندگی میکنه، که بیشترم عرض کردم. مثلا اگر کسی خوراک زیادیش آرد گندم بوده، خب ببینه که در کابل گندم کیلوی چنده، 3 کیلو گندم پرداخت کنه. یا کسی در آلمان از یک شهر مسلمان همانند کابل باید به دست نه 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 نه، هر کس مطابق شهر خودش. مثلا در آلمان زندگی میکنه ولی برنج زیاد مصرف کرده، ببینه 3 کیلو برنج در آلمان چقدر قیمته، قیمتش پرداخت کنه. یا مثلا فرض بفرمایید که در استرالیا زندگی میکنه، یا در امریکاست، یا مثلا در یک شهر دیگه است، یا در ایران و پاکستان است، حالا چه میدونم، هر جایی که هست. خلاصه ببینه که قوت غالبش چیست و ببینه که 3 کیلو قوت غالبش یا برنج یا آرد گندم چقدر قیمت داره در شهر خودش، همون رو پرداخت بکنه. معیار همیشه بسیارم به سادگی. بعد اگر در شهر خودش مثلا مهاجرین ما در آلمان فقیر وجود داره، از خویشاوندانش، همسایه‌هاش، وطن‌دارا، خب پرداخت کنن همونجا. اگر اونجا پرداخت نشد و نبود کسی، بفرستن اینجا به خانواده‌هاش. که غیر مسلمان هم نمیرسه. خب بالاخره مسلمان وقتی فقیر داشته باشیم که باید به خود مسلمان ها بتیم دیگه. اگر احیانا اینجا مثلا کسی هست، یا مثلا فامیلش، پدرش، مادرش، برادرش، به اینا روان کنه، اینا به فقرا بده. یا اگر هم خیش و بستگانش اینجا نیست، به دفاتر مراجع تقلید روان بکنه، اینا به فقرا مصرف بکنه. چون در دفاتر مرجع تقلید مسلماً مراجعه داریم از فقرا که برای دریافت کمک مراجعه میکنن. پس عزیزانی که در خارج از کشور تشریف دارن، اینمی دو قاعده رو در نظر بگیرن با معذرت. قاعده اول قوت غالبشان، و قاعده دومی که ببینن که او چیزی که مصرف کردن 3 کیلو چقدر پول میشه، همون رو پرداخت بکنن. خب بعد محضر مبارک شما از بشود که عرض ما این بود که زکات فطره برای عزیز که از فقرا دستگیری شود و اینها بالاخره یک تنوعی در زندگیشان به وجود بیاید، یک کمکی به اینا صورت بگیره، و بیندای عزیز ما در این قسمت انشاءالله تلاش بکنن. اگر قبل از عید پرداخت میکنن، به عنوان قرض پرداخت کنن. اگر شب عید و صبح عید پرداخت میکنن، هم به فقرا برسانن و بهش نگویند هم اشکال نداره، خودش نیت کنه که من این مبلغ را به عنوان زکات فطره میپردازم. بله حاج آقا، مهمان روز آخر ماه مبارک رمضان که در خانه ما هست چه حکمی داره؟ خب یک مقداری بحث اختلاف درش هست. اکثریت مراجع نظرش ایست که اگر کسی مهمانی را با رضایت خودش دعوت کرده باشه و شب عید فطر نان خورش حساب شوه، فطریه ای او را هم باید پرداخت بکنه. بل. و اگر او آمده و بدون دعوت حضور پیدا کرده، فطریه ای او بر میزبان واجب نیست. و اگر او بگوید که درسته حالا شما مرا دعوت کردید، ولی من فطره ام را خودم پرداخت میکنم، بازم کفایت میکنه و بر میزبان واجب نیست. و اگر چنانچه دعوت بشود و شب عید فطر اونجا باشن و نانخور حساب بشون، و بعد باید صاحب خانه او را پرداخت بکنه دیگه. اطفالی که به دنیا نیامدن هیچی، به دنیا آمدن شب عید فطر هم که به دنیا آمدن فطریش واجبه. یعنی طفلک شب عید فطر به دنیا آمد، شیر مادرش هم مکید، وارد این خانواده شد، فطریش باید پرداخت بکنه. اون تو اگر به شکل جنینه و هنوز به دنیا نیامده، فطریش بر کسی واجب نیست. آقا برادر عزیزی با تماس شدن و پرسشی مطرح کردن که لازم هست یا میتونیم که زکات فطریه را به مسجدی که نوع اعمار هست و در منطقه ما هست بپردازیم؟ امیر پیشتر عرض کردم، ببینید ما مسجد باید بسازیم. بله. حسینیه را باید بسازیم. در مواردی مثل پل و پلچک و کلینیک و کارهای خیریه باید کمک بکنیم. ولی زکات فطره مخصوص فقراست. یعنی بسیار به ندرت پیدا میشه که فقیهی، مرجع تقلیدی یا نماینده مرجع تقلیدی اجازه بکنه که مصرف بکنید در فلان مسجد. بازم من با کمال احتیاط و با کمال دقت این را عرض میکنم که تلاش بکنن برای مسجدشان از تبرعاتشان مصرف کنن، زکات فطره را بگذارن برای فقرا.
بله تشکر، سپاسگزاریم که از صحبت‌های شما ظاهرا فرصت هم به پایان رسید. اگر احیانا سوالی چیزی مطرح شده بفرمایید. بله آقا یا فرصت دیگر... تمام شده؟ نه خیر، فرصت به پایان رسید و ناگزیریم که ما از شما و از بیننده ها، از همه ملت، از همه عزیزانی که ما رو می‌بینن التماس دعا داریم. سلامکم الله. بله تشکر، سپاسگزارم. آقا در همین لحظات آخر باز هم بیننده ای با تماس شما و میگن که 50% زکات فطریه را ممکن هست که در چنین اموری پرداخت کنیم و آقای محقق کابلی موضوع را تصویب کردن، صحیح هست یا خیر؟ ولی خب من خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اسماعی محقق کابلی را، ایشان رو که شاید بیشتر از یک سال بشه به رحمت خدا پیوستن و جدیدن فتوایی نخواهند داشت. اگرم فتوا بوده مال سابق بوده، ولی من به سهم خودم و به نمایندگی از مرجع عالی قدر حضرت آیت الله اسماعی موحدی نجفی عرض میکنم که تلاش کنن به فقرا اختصاص بدن، مساجدشون دست تبرعاتشون آباد کنن. تشکر و فکر میکنم که همه بینندگان با پرسش های خود در این زمینه جواب حاصل کردن. فرصت در همین جا به پایان رسید و تا دیداری بعد شما از آن به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.